به نام خدا عرض سلام و ادب فراوان دارم خدمت همه کاربران محترم فرادرس من محمد جباری هستم و با دوره آموزشی کار با کنترل پنل پلس در خدمت شما امران عزیز هستم خب کنترل پنل پلس یکی از بهترین نرم ارائه خدمات میزبانی وب هستش که ما به میتونیم از اون استفاده کنیم میریم سراغ اصل مطلب و وارد مباحث آموزشی میشیم ما با استفاده از این صفحه میخوایم وارد محیط کنترل پنل پلسک بشیم که نیاز به یک یوزر نیم و پسورد داریم که این یوزر نیم و پسورد رو ما از اون سایت ارائه دهنده خدمات وب که هاستمون رو از اونجا تهیه کردیم در اختیار ما قرار میدن یوزر نیم و پسورد رو که وارد کنید ما وارد محیط کنترل پنل میشیم آموزش ما از این قسمت در واقع شروع میشه این آموزش برای کسانی هستش که یک کنترل پنل پلسک در اختیار دارن و حالا میخوان نحوه کار با این کنترل پنل رو یاد بگیرن ما وارد محیط کنترل پنل پلس شدیم اینجا سمت چپ یک منوی وجود داره که قسمت های مختلفی داره که ما یکی یکی این قسمت ها رو تو این آموزش بررسی میکنیم قسمت وبسایت اند دامینز میل اپلیکیشنز فایلز دیتابیس استاتستیکس یوزرز اکاونت که اولین قسمت قسمت وبسایت اند دامین هستش که اینجا ما داریم مشاهده می کنیم که تمامی امکانات پرکاربردی که ما در اختیار داریم رو میتونیم اینجا ببینیم خب اولین قسمتی که از این گزینه می خواهیم توضیح بدیم گزینه اد دامین هستش این رو توضیح میدیم که گزینه اد دامین کاربردش چیه برای اضافه کردن دامنه به هاستمون از این گزینه استفاده می کنیم حالا دامنه ای که ما می خواهیم اضافه کنیم میتونه یک وبسایت به صورت اختصاصی باشه یا روی دامنه دیگه ای پارک شده باشه و یا هم به دامنه دیگه ریدایرکت شده باشه که ما اینا رو میتونیم خودمون مشخص کنیم برای اضافه کردن یک دامنه ما نام دامنهمون رو اینجا وارد میکنیم توی قسمت دامنه نیم دقت کنید ما یک دامنه رو باید تهیه کرده باشیم از قبل خریداری کرده باشیم بعد اون دامنه رو اینجا وارد میکنیم مثلا برای مثال من فرض میکنم دامنه فرادرس آموزش داد آی رو خریداری کردم این رو الان میخوام به هاستم اضافه کنم خب کافیه این رو اینجا توی قسمت دامین نیم وارد کنم حالا تنظیمات دیگری هم ما برای این قسمت داریم میتونیم نوع دسترسی به آدرس دامنه رو مشخص کنیم که اینجا قسمت های مختلفی براش وجود داره دقت کنید من این رو اینجا وارد کردم اینجا هم برام اضافه شد که حالا توصیه میشه که این گزینه گزینه پرفرد دامین رو به شکلی انتخاب کنید که www. اولش نباشه یعنی بدون این سه تا دبلی باشه مثلا این گزینه باشه خب این برای سئو ای سایت مناسب تر هستش اگر من این رو اوکی کنم اون دامنه ای که خریداری کردم هاستم اضافه میشه حالا ما این کار رو الان انجام نمیدیم شما به میتونید اون دامنه که خریداری کردید رو اینجا اضافه کنید دامنه که من قبلا خریداری کردم اینجا اسمش نوشته شده که به هاست من اضافه شده این دامنه و دامنه دیگری رو هم میتونید اضافه کنید اون دامنه ای که خریداری کردید رو کافیه اینجا توی قسمت دامنه نیم بنویسید این رو هم گفتیم توصیه میشه روی این حالت قرار بدید بدون www رو انتخاب کنید خب نحوه دسترسی به آدرس دامنه رو هم میتونیم مشخص کنیم دقت کنید از قسمت هاستینگ تایپ ما میتونیم این کار رو انجام بدیم مثلا برای ریدایرکت کردن دامنه در قسمت دامین نیم ما نام دامنمون رو مینویسیم و از قسمت هاستینگ تایپ روی گزینه فورواردینگ کلیک میکنیم وقتی روی این گزینه کلیک کنید یک گزینه اینجا اضافه میشه دستینیشن آدرس خب با استفاده از این گزینه میتونید آدرس مقصد رو وارد کنید شما یک دامنه رو به صورت ریدایرکت میخواید اینجا تعریف کنید الان میخوای وقتی یک کاربری این آدرس رو وارد کرد بره به یک دامنه دیگه اون دامنه ای که میخوای بهش بری رو تو این قسمت وارد میکنید مثلا یک دامنه دیگری داریم فرادرس آموزش 2.ir ما اون رو به این شکل وارد میکنیم یعنی کاربر میاد وارد این آدرس میشه اون رو با استفاده از گزینه هاستینگ تایپ ما به صورت ریدایرکت مشخص کردیم حالا میخوای به کدوم دامنه منتقل بشی این دامنه که ما اینجا وارد کردیم به این شکل ما میتونیم یک دامنه رو به صورت ریدایرکت تنظیم کنیم هر روی گزینه اول باشه که یک دامنه اختصاصی هستش مستقیم به همین دامنه وصل میشیم و دیگه به آدرسی دیگه ای نمیریم پس برای ریدایر کردن یک دامنه گزینه فورواردینگ رو انتخاب میکنیم و اینجا آدرس مقصد رو می نویسیم این هم از قسمت اد دامین قسمت بعدی قسمت اد ساب دامین هستش که میخوایم توضیح بدیم ما از این قسمت میتونیم ساب دامنه مورد نظرمون رو به هاستمون اضافه کنیم. خب کافیه نام ساب دامینمون رو اینجا وارد کنیم. این دامنه اصلیمون هستش که ما قبلا خریداری کردیم حالا میخوایم یک ساب دامین برای این مشخص کنیم کافیه نامش رو اینجا وارد کنیم مثلا فرادرس فرادرس داد این آدرس خب خیلی راحت ما یک ساب دامین به هاستمون اضافه کردیم خب وقتی که ما این ساب دامین رو وارد کردیم اینجا به صورت پیش فرض یک اس برای قسمت داکیومنت روت ایجاد میشه که حالا ما این رو میتونیم تغییر بدیم ولی معمولا این قسمت رو کسی تغییر نمیده با کلیک کردن بر روی اوکی اون ساب دامین ما اضافه میشه اگر روی اوکی کلیک کنیم یک ساب دامین برای این دامن ما در واقع اضافه کردیم خب اینجا پیغام اومد که ساب دامین شما اضافه شد گزینه بعدی که وجود داره گزینه ده. HTTP Docs هستش که برای دسترسی سریع به فولدر وبسایت و یا ساب دامینمون ایجاد شده این گزینه رو توی قسمتی میخوایم آیتم فایلز رو توضیح بدیم بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد قسمت بعدی که توی آیتم وبسایت اند وجود داره قسمت هاستینگ سeting هستش که امکانات مهمی رو در اختیار ما قرار میده توی این قسمت میتونیم تنظیمات وبسایت خودمون رو تغییر بدیم و برای هر وبسایت و یا ساب دامین، تنظیمات اختصاصی رو انجام بدیم مثلا ما دو تا وبسایت داریم برای یکیش مثلا نسخه پی اچ پی رو همین نسخه 7 قرار میدیم و برای یک وبسایت میخوایم نسخه پی اچ پی, پی مثلا 5 و 6 رو فعال کنیم میتونیم به راحتی با استفاده از گزینه هاستینگ سیتینگز این کار رو انجام بدیم وارد این قسمت که بشیم آیتم های مختلفی وجود داره که ما توضیح میدیم قسمت هاستینگ تایپ نوع میزبانی دامنه مورد نظر رو نمایش میده که الان به صورت وبسایت مشخص شده یعنی یک وبسایت اختصاصی هستش اگر روی حالت فورواردینگ بود یعنی که این دامنه ریدایرکت هست به یک آدرس دیگه خب قسمت بعدی وبسایت استاتوس هستش که وضعیت وبسایت ما رو نشون میده ما امکان تغییر این وضعیت رو داریم الان وضعیت وبسایت ما اکتیو هستش یعنی فعال است اگر روی گزینه چنج کلیک کنید میتونید وضعیت وبسایتتون رو تغییر بدید که ما الان نمیخوایم این کار رو انجام بدیم پس برای تغییر وضعیت وبسایت از این استفاده میکنیم خب این که کاری باهاش نداریم و تغییرش هم نمیدیم این گزینه رو هم ما توضیح دادیم قبلا توی قسمت ادامه این رو توضیح دادیم گفتیم که بهتر است روی این آلت باشه حالا میریم وارد قسمت سکیوریتی میشیم که با استفاده از این قسمت میتونیم گواهی نامه SSL یا ریدایرکت دامنه به HTTPS رو فعال و غیر فعال کنیم الان گواهی نامه SSL مون مثلا اینجا فعال هستش که حالا این امکان یعنی گواهی نامه SSL باید توسط ارائه سرویس برای شما فعال شده باشه یعنی بر روی وبسایت شما نصب شده باشه در غیر این صورت ما نمیتونیم اون رو تغییر بدیم است. یکی از خدماتی هستش که اراده دهنده سرویس برای شما فعال میکنه حالا خیلی از اراده انده ها این رو به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدن و بعضی هم به صورت غیر رایگان این امکان رو در اختیار کاربران قرار میدن خب با استفاده از این گزینه مربوط به اسکریپت نویسی وبسایت و وضعیت امکانات هستش اینجا ورژن PHP رو میتونیم تغییر بدیم یکی از این دوتا زینه رو میتونیم به عنوان ورژن پی مون انتخاب کنیم خب پس برای این دامنه ما این تنظیمات رو انجام دادیم اگر یک دامنه دیگری داشته باشیم یا یک ساب دامین داشته باشیم میتونیم اون رو همینجا انتخاب کنیم و تنظیمات رو برای اون به صورت مجزا انجام بدیم مثلا برای این ساب دامینی که من ایجاد کردم میتونم بعضی از تنظیمات رو اینجا تغییر بدم مثلا نسخه PHP رو برای هر کدوم به صورت جداگونه ما میتونیم این کار رو انجام بدیم روی این گزینه کلیک کنید دامنه هایی که و همچنین ساب دامنه هایی که به هاستتون متصل هست رو میتونید ببینید و تنظیمات رو به صورت جداگونه برای هر کدوم انجام بدید مثلا من برای اون ساب دامنه اینی که ایجاد کردم نسخه پی رو عوض کردم اینم از گزینه هاستینگ سیتینگز گزینه اوپن برای دسترسی سریع به وبسایتمون هستش اگر ما این گزینه رو بزنیم وارد وبسایتمون میشیم که حالا این ساب دامین اینجا هست که ما هیچ اطلاعاتی رو براش قرار ندادیم حالا اگر دوباره کلیک کنیم وبسایت اصلیمون که میبینید هیچ چیزی رو نمایش نمیده چون ما هیچ اطلاعاتی رو در این وبسایت قرار ندادیم برای همین صفحه ما به این شکل نمایش داده شد گزینه بعدی گزینه پریویو هستش که مثل گزینه اوپن هستش و وبسایت رو برای ما نمایش میده که تفاوتش حالا با این گزینه چی هست اگر روی این گزینه کلیک کنید وبسایت رو بر اساس آی پی نمایش میده اگر روی این گزینه کلیک کنید اینجا نه با نام دامنمون وبسایت رو نمایش میده گزینه بعدی گزینه سسپند هستش که برای مسدود کردن وبسایت میتونیم ازش استفاده کنیم به صورت سریع وبسایت ما رو مسدود میکنه الان وبسایت ما در حالت اکتیو بود فعال بود اگر روی این گزینه کلیک کنیم وبسایت ما رو مسدود میکنه گزینه بعدی گزینه دیزیبل هستش که با استفاده از این گزینه ما میتونیم وبسایت خودمون رو غیر فعال کنیم این یکی برای مسدود سازی وبسایت یکی برای غیر فعال سازی وبسایت استفاده میشه خب گزینه بعدی گزینه دسکریپشن هستش که برای درج توضیحات ازش استفاده میشه بعضی وقتا ممکنه وبسایت ما نیاز به درج یه سری توضیحات داشته باشه که حالا یه متنی هستش که ما میتونیم مثلا برای یادآوری یه موضوع خاص ازش استفاده کنیم ما اون متن رو میتونیم توی این قسمت بنویسیم اگر روی این گزینه کلیک کنیم متن مورد نظرمون رو اینجا میتونیم وارد کنیم و اگر روی اوکی کلیک کنیم اون متن مورد نظر ما ذخیره میشه دقت کنید اینجا اون مد برای ما نمایش داده شده میتونیم با استفاده از گزینه ادیت ای اون رو ویرایش کنیم یا با استفاده از گزینه ریموو اون رو حذف کنیم که اون رو حذف کردیم حالا بیشتر برای یادآوری موضوعاتی هستش که ما میخوایم یادمون نره و فراموش نکنیم استفاده میشه اون موضوع رو اینجا از قسمت دیسکریپشن می‌نویسیم اینجا برای ما نمایش داده میشه الان گزینه بعدی که میخوایم بررسی کنیم گزینه وب هاستینگ اکسس هستش این سه تا گزینه رو ما بعدا بررسی میکنیم